پنج مواد اضافیه که در خانه هست ای پنج اصلا دور نریز. بهترین کد از اینا ساخته میشه. کدام پنج هست؟ چه قسم ساخته میشه؟ در این ویدیو به شما آموزش میدم. سلام دوستان خوب من، خوش آمدین به کانال خودتان، کانال باغبان آزاد. قربان آزاد هستم و در این ویدیو ما و شما پنج ضایعاتی که در خانه هست اصلا همیشه شما را دور میریزین، ایره ما میخواییم برای شما به بهترین کد، قوی ترین کد تبدیل کنیم و اصلا دیگه دور نریزین و اینا را هم یک نوع مدیریت کنین تا اینکه درختانی که پیش خانه شما هست، گلی که دارین در بالکنی خانه خود بهترین رشد را داشته باشن و اصلا موادای کیمیاوی که پر از زهر هست برای درختان خود استفاده نکنین. حالا اینا چی هست؟ خب کمپوست در اصل طلای سیاه مشهور هست، شهرت داره. شما میتونید به راحتی اینا رو به کمپوست تبدیل کنید. اولش پوست تخم مرغ هست. هر خانه ما باور دارم که همیشه از تخم مرغ استفاده میکنه، چون بسیار یک مواد غذایی قوی و کامل هست و هر شخصی هر خانه از استفاده میکنه و مطمئنا پوست تخم مرغ هم بسیار زیاد تولید میشه. شما میتونین یک مکان خیلی خاصی داشته باشین، در مدت یک ماه، دو ماه، هر قدری که دارین میتونین در اونجا بیندازین و اینا رو چیکار میکنین؟ میساین، نرم میکنین، به هر شیوه خودتان میفهمین، به هر صورت به پودر تبدیل کنین و بعد ایره میتونین داخل آب حل کرده به درختان بتین یا هم خود پودر را اطراف درخت پاش بتین. در بدل هر درختی یک ساله میتونین 60 الی 70 گرم از این استفاده کنین و برای درختان، برای گیاهان بوته‌ای میتونین 50 تا 60 70 گرم در اطرافشان پاش بتین. مثلا گلدان دارین، در اطراف گلدان پاش میتین و خاک را همراهشان یک جای میکنین. این چی فایده داره برای درختان ما و شما؟ کلسیمش فول هست، از کلسیم کاربونت ساخته شده که باعث مقاومت ساختن درخت شما میشه. چرا درختان شما پر از آفات و امراض هست؟ چون کلسیم کمبود داره. وقتی کلسیم به اندازه کافی باشه، آفات و امراض خیلی زود به درختان شما صدمه زده نمیتونه. در کنارش مگنزیم، فسفرس، آهن و پتاسیم داره که اینا بسیار کدهای قوی هست. هیچ وقت پوست تخم مرغ را دور نریزین و بهترین کد از این بسازین. و دوم هم پوست میوه‌جات هست. شما حتما میوه استفاده میکنین و اینا حتما پوست داره. پوستش کجا میکنین شما؟ دور میریزین، گنده میشه، پوسیده میشه و باعث پر کردن محیط و آشغال کردن محیط میشه و اینا رو کجا میندازن؟ شما این را باید به بهترین کد تبدیل کنین. در پوست ای همه موادای غذایی، همه ضروریاتی که درخت ضرورت داره در ترکیب میوه هست. چرا من میگم که اینا رو دور نریزین، اینا رو به کد تبدیل کنین؟ چون درخت شما قبلا تمام مواد غذایی خود را مصرف کرده تا همین میوه را تولید کنه. پس در همین میوه تمام مواد غذایی وجود داره. شما اینا رو دوباره میتونین در چرخه مواد غذایی بندازین، پس به درخت خود بدین. به همین سادگی، بدون کدام دردسر، بدون کدام جنجال، شما اینا را میتونید در یک مکان جمع آوری کنین و بعد اینا را به کمپوست تبدیل کنین و کمپوست را به درختان خود بدین. و روش هایی را ما خیلی زیاد برای شما ویدیو ساختیم که چگونه میتونید شما از پوست میوه‌جات استفاده کرده و بهترین کد بسازین، که دو نوع کد میتونید استفاده کنین. یکی به شکل کمپوست تبدیل کنین، به شکل جامد پودر بسازین و اطراف درختان بندازین، و یکی به شکل مایع هست که در داخل یک کانتینر یا یک ظرف میندازین و از او برای مدت 2-3 روز نگهداری میکنین و آبش تولید میشه، آبش میگیرین و در 5 لیتر آب دیگه یک جای میکنین و این هر 5 لیتر برای یک درخت کلان میتین. 1 لیتر از 5 لیتر رو میتونین برای بوته ها استفاده کنین. به همین راحتی، اصلا هیچ نیاز شما به کد کیمیاوی و کد بازاری ندارین که من عملا در این روزا کار میکنم و نتیجه خیلی عالی میگیرم و شما هم میتونین بگیرین. و سوم هم آب جوشانده آشپزخانه هست که ایره اصلا باید دور نریزین. خیلی راحت از آب، مثلا برنج هست، ایره میخواین دمپخت بسازین، در داخل آب ایره جوشاندین و آبش راحتی غرش خالی میکنین داخل اون سینکی که دارین، بعد از او خوب خلاص. ایره در داخل یک ظرف دیگه ذخیره کنین، بمانین سرد شوه و به درخت خود بتین. خیلی قوی هست، تمام ترکیبات مواد غذایی در داخل ای هست، میتونین به درختان بتین و آیسته آیسته اونا قوی شوه. گفته میتونیم کد مایع بسیار قوی هست. شما سبزیجات رو میجوشانین و حتی هر
مواد غذایی رو که میجوشانیم که در ترکیبش روغن و نمک اضافه نکرده باشیم، که این دو چیز بسیار خطرناک است و باعث نابود کردن ریشه درختان شما میشه. روغن و نمک نداشته باشه. هر آبی که تولید میشه دارای مواد غذایی هست، کود مایع هست و به درختان خود میتونید استفاده کنید. گفته میتونیم 5 لیتر برای درخت کلان و 1 لیتر برای گیاهان بوته میتونید استفاده کنید. چهارم هم مرج یا فلفل هست. باز هم گفته میتونیم هر خانه فلفل یا مرج وجود داره به صورت تازه، شما اگر بخواید استفاده کنین سر و پوش او را و یک قسمت اضافهش یک جای میکنین، جمع میکنین، خشک میکنین، به پودر تبدیل میکنین و بعد یک قاشقش به یک لیتر آب میندازین و ایره به درختان پاش میتین. این چی کار میکنه؟ باعث نابودسازی تمام حشرات و آفات و امراض میشه. وقتی که آب که مرج داشته باشه روی پوست حشره بیاید، باعث کفیدگی پوست حشره میشه و این حشره بسیار به راحتی از بین میره. پنجم هم چیزی که در هر خانه بیشتر از هر چیز وجود داره و بدون ازش شما اصلا آشپزی نمیتونین، پیاز هست. و پیاز را با پوست شما میخورین. پوست پیاز را کجا میکنین؟ دور میندازین حتما. ایره اصلا باید دور نریزین. همه پوست پیاز خود را یک جای کنین. مثلا البته پوست پیاز که یک جای شد سر و پشتش یک مقدار بوی میگیره و شما میتونین در بالکنی خانه یا کدام جایی ایره ذخیره کنین یا حتی میتونین خشک کنین. وقتی خشک کردین جمع میکنین زیاد با مدت یک ماه و همه ایره کوشش میکنین بساین و پودر تبدیل کنین. این چی داره؟ سه کودی که خیلی قوی هست درختان شما شدیدن به او ذره داره. یکی آهن هست، کلسیم هست، زنک یا روی هست، که اینا واقعا به صورت گفته میتونیم کارهای رمزالود و مرموزی را برای درختان شما انجام میده که باعث میوه‌دهی، سرسبزی، شادابیت و مقاومت علیه آفات و امراض میشه که در پوست پیاز موجود است. پس شما خواهشن پوست پیاز را اصلا دور نریزین. میتونین ایره باز هم بساین، نرم بسازین پوست پیاز را، یک قاشق شدر یک لیتر میندازین و برای درختانتون استفاده میکنین. اگر ننداختین یک قاشق را در اطراف یک بوته میندازین و او را هم میزین. البته اگر از این مقدار زیادتر بیندازین هیچ تأثیر منفی نداره و خیلی هم خوب هست. خب دوستای عزیز، 5 رویشی بود که شما میتونین به کود تبدیل کنین و در ضایعاتش در خانه وجود داره و همیشه شما با اونان آشغالی دور میریزین و خواهشن اینا رو دیگه دور نریزین، در سایکل یا در یک دوران قرار بدین، دوباره به کود تبدیل شوه و درختان شما انرژی بگیره و دوباره به میوه و سبزیجات تبدیل شوه. امیدوارم آموزشی قرار گرفته باشه و برای انرژی دادن ما حتما ویدیوها رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای جدید جا نمانین. و حالا اگر میخواین ویدیوهای که ما قبلا ساختیم کاملا ارگانیک ببینین روی پشت کلیک کنین. تا ویدیوی دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.